مدرسه کوزت. ژان از زندان فرار کرد و با 600 هزار فرانک از مونتروی ناپدید شد. کریسمس فرا رسید. اون روز هم کوزت مجبور بود تمام روز رو کار کنه. اواخر شب اونو فرستادن از چشمه ای تو جنگل تاریک آب بیاره. موقع برگشتن، مامان خدایا تو این تاریکی چطوری به خونه برگردم؟ این رهدار مادلن بود که از مونتروی ناپدید شده بود، یعنی ژان والژان واقعی. صد سنگینه، بذار من برات بیارم. بیا بیا بریم. کی تو رو این موقع شب دنبال آب فرستاده؟ خانم تناردیه. اسم چیه؟ کوزت آقا. کوزت؟ بیا دختر جون، بیا. این شهر مردم تا دیر وقت بیدار میمونن؟ بله، مخصوصا امشب که شب کریسمس هم هست. خب دیگه برام تعریف کن. اپونین و آزلمو امروز خیلی ذوق زده بودن، به خاطر کریسمس به هر دوشون پول دادن. اونا هم کار میکنن؟ نه، اونا از صبح تا شب فقط بازی میکنن. پس فقط تو تمام روز رو کار میکنی ها؟ بله، از صبح تا شب. شب بخیر پرنسس. این پرنسس رو میبینی؟ اون تنها دوست منه. قشنگه. خواهش میکنم بذارین من بیارم. اگه بفهمن کسی کمکم کرده منو کتک میزنن. متشکرم آقا، خیلی متشکرم. این همه مدت داشتیم بازی میکردیم. معذرت میخوام خانم. شب بخیر خانم. آه بفرمایین تو، بفرمایین. ببخشین آقا، شما پول کافی داری؟ موندن اینجا خیلی گرون تموم میشه. یعنی چقدر میشه؟ شبای معمولی 4 یا 5 سو. نه خیر 40 سو، اگه نداری برو جای دیگه. بسیار خوب، از نظر من خوبه. شما مرد خوش شانسی هستید. الان شب کریسمس هیچ جا نمیتونی اتاق پیدا کنی. بفرمایید لطفا از این طرف بیاین. کوزت، نونا رو کجا گذاشتی؟ کوزت فراموش کرده بود که باید موقعی برگشتن نون بخره. ضمناً پول رو هم گم کرده بود. رفتم بخرم ولی نون وایی بسته بود. به این زودی؟ چند دفعه در زدم اما کسی جواب نداد. هیچ کس تو نونوایی نبود خانم. طفلکی تقصیری نداره. چرا اونو در وضعی قرار میدن که مجبور بشه دروغ بگه؟ خب پس پولو به هم پس بده. پول، پول کجاست؟ معذرت میخوام. امروز از دست تو جونم به لب رسیده. درسی بهت میدم که هیچ وقت فراموش نکن. حرف بزن. دیگه گم نمی کنم. خواهش میکنم منو ببخشین خانم. لطفا یه دقیقه صبر کنید خانم. یه سکه اینجا زیر میز افتاده، نکنه همین باشه که گمش کرده. البته سکه بزرگتری بود و پول مال ژان بود. بله همینه، متشکرم آقا. حالا دیگه مجبور نیستم ازش بازخواست کنم و کتکش بزنم. از این کار خوشم نمیاد ولی خب مجبورم ادبش کنم. سطل آبو ببر تو. بعدشم جورابا رو ببافتموم کن. میخوای بچه های من سرما یخ بزنن؟ خانم تناردیه. بله بازم فرمایشی دارین؟ خواهش میکنم جورابایی که اون دختر جوان میبافه به من بفروشین. میل دارم فعلا بره با بچه ها بازی کنه. 5 فرانک؟ 5 فرانک برای خریدن 20 جفت جوراب کافی بود. حالا که کوزت مجبور نبود جوراب ببافه، نمیدونست چی کار کنه. ولی میدونست که باید از این پیرمرد نجیب و مهربون ممنون باشه که سطل رو براش آورده و بهش محبت کرده. بسیار خوب، برو بیرون بازی کن دختر جون.
کوزت بی اختیار به طرف تنها دوستش پرنسس دوید. کوزت بعد از سالها خندید. برای اولین بار گرمی محبت رو احساس کرد. برای کوزت این محبت بزرگی بود که بتونه آزاد و بیخیال با پرنسس عروسک دلخواهش حرف بزنه. و این شادترین کریسمسی بود که به یاد داشت. آخه این پیرمرده کی ممکنه باشه؟ مهم نیست، هر کی میخواد باشه. اون پول داره، حسابی ازش پذیرایی کن. مطمئن باش. آی بچه، خیلی کار داریم، زود باش برای مسافران ملافه ببر. منم بعدم نمیاد اون گاهی بری بیرون با بچه ها بازی کنه، ولی اگه کار نکنه چطور میتونم شکمشو سیر کنم؟ کسی رو نداره. برای مادرش چه اتفاقی افتاده؟ اوه، مادرش باید مرده باشه. الان خیلی وقته که پولی برای ما نفرستاده. اگه من نبودم اون تا حالا از گرسنگی مرده بود. دیگه هیچ وقت ندیدمش، منو تنها گذاشت و رفت. بخوب من هیچ وقت تو رو تنها نمیذارم. واقعی این عروسک کهنه‌ای بود که آزلما دور انداخته بود، ولی برای کوزت یه چیز عالی و شگفت‌انگیز بود. از روزی که کوزت به دنیا آمده بود هیچ وقت با یه عروسک واقعی بازی نکرده بود. کوزت بیش از حد خوشحال شد. چرا؟ چون یه عروسک واقعی بغلش بود. مامان، عروسک من کجاست؟ کی برداشته؟ مامان، کوزت عروسک منو دزدیده. کوزت دیگه از دست تو خسته شدم. آیا این دفعه اونو میبخشه؟ کوزت عروسک دخترشو برداشته بود و باز باید توسط خانم تناردی تنبیه میشد. به خاطر اینکه یه لحظه احساس شادی و خوشبختی کرده بود. ژان متوجه شد تنها کسی که امکان داره بتونه کوزت بیچاره رو نجات بده خودشه.